بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت محصلین عزیز، امیدوارم همه صحت و عافیت باشد. در این ویدیو می خواهیم که یک مثال دیگر باز هم در مورد شاخص های قیمت غیر نسبی بر شما در نظر بگیریم. این مثال هم متفاوت تر با مثال قبلی ما در نظر گرفتیم. دلیلی است که شاخص های قیمت نسبی اکثرا باز با بعضی چالش های یا مشکلات روبرو میشن. مثلا در مثال قبلی که ما در نظر گرفته بودیم، در اون قسمت شاخص ها طوری مطرح شده بود که هر جنسی را که سینه و متایی را که ما داشتیم به اساس کیلوگرم در نظر گرفته شده بود. برنج به اساس کیلوگرم مقدار و قیمتش را در نظر سنجش کرده بودیم. به اون شکل ما روغن و یا گوشت که بود، تمامی از اینا را به اساس کیلوگرم در نظر گرفته بودیم. پس در اینجا وقتی کیلوگرم مطرح میشه، از سینه و جنس مشکل نیست، به اساس موضوع قبلی ما میتونستیم سنجش کنیم. اما بعضا مشکلاتی که در اینجا وجود داره ای است که اگر مقیاس اندازه‌گیری تغییر کند، یعنی به جای کیلوگرم لیتر باشه، فرضاً ما روغن به اساس لیتر در نظر بگیریم، برنج به اساس کیلوگرم، گوشت به اساس کیلوگرم یا یک واحد اندازه‌گیری دیگه، در این صورت باز چگونه ما میتونیم که اونا را سنجش کنیم؟ پس به خاطر از اینکه موضوع خوبتر واضح شود، یک مثال ما در نظر گرفتیم که گفتن اعداد مربوط به قیمت سینه و متای A، B و C است. در البته در سال 1356، سال 1357 و سال 1358 در جدول داده شده. می خواهیم قیمت را به اساس سال اساس، یعنی سال پایه، سال 1356 برای دو سال دیگر از طریق شاخص قیمت غیر وزنی ما سنجش میکنیم. در سه سال قیمت متا و مقدار متا با ما مشخص است. ما می خواهیم که یک سال از سال پایه در نظر بگیریم یا سال اساس، قیمت دو سال دیگر را برای اونا مقایسه کنیم، البته به اساس شاخص قیمت غیر وزنی. خب در شاخص قیمت غیر وزنی باز هم ما فرمول داشتیم که مجموعه پی ان بر مجموعه پی صفر ضرب در 100. در اینجا جدول داده شده، سه سال ما در نظر گرفتیم، سال 1358، سال 1357 و 1356، 1357 و سال 1356، سه سال است. خب در اینجا قیمت ها به شکل است. ما اگر قیمت ها در نظر بگیریم، سال اساس فرض کنیم سال 1356 باشد، پس این میگیریم پی سفر، قیمت سال اساس پی سفر، قیمت سال 1357 پی یک نام مگذاریم و قیمت سال 1358 ما میگیم پی دو. پس به شکل اگر ما اینا را در نظر بگیریم، اجناس یا جنس هایی را که ما خریداری کردیم سه نوع جنس هست. گفتیم که متا یا جنس A، B و C. قیمت ها در سال 1356 به چی شکل بودن؟ یعنی در سال 1356 که سال اساس یا سال پایه است، قیمت بوده، البته قیمت ها به اساس افغانی اگر ما در نظر بگیریم، بگیم 100 افغانی، 1000 افغانی و 400 افغانی. 100 افغانی، 1000 افغانی، جنس B، بله، 1000 افغانی و سیام 400 افغانی. این به این معنی است که قیمت جنس A در سال 1356 بوده 100 افغانی، قیمت جنس B یا متای B 1000 افغانی، قیمت سیام بوده 400 افغانی. در سال 1357 قیمت ها به این شکل است که 125 افغانی در از متای دومی یا بی 1175 افغانی، 1175 افغانی. در سال 57 جنس سی یا متای سی بوده 1800 افغانی، 500 افغانی. در سال 1358 قیمت ها به شکل است که جنس A 150 افغانی، متای دومی یا B 1350 افغانی و سومی یا C 1950 افغانی، 450 افغانی، 450 افغانی است.
پس ما مطابق بس سال اساس یا سال پایه این سال قرار میدیم. سال اساس سال 1356. نظر به سال 1356، ما سال 1357 و سال 1358 هم میخواییم که مقایسه کنیم. پس بخاطر مقایسه یزی ما نیاز داریم که مجموع قیمت ها را در این 3 سال پیدا کنیم، در سال 1356، در سال 1357 و سال 1358 مجموع قیمت ها را میخواییم دریافت کنیم. مجموع قیمت های ما در سال 1356 یعنی پیش سفر، مجموعه پیش سفر، پیش سفر سال 1356 مساوی از با 100 جمع 1000 جمع 400، 100 جمع بر 1000 جمع 400 مساوی می شود 1100 1500 1500. مجموعه قیمت های ما در سال 57 125 جمع 1175 جمع 500 مساوی می شود. این اگر ما جمع کنیم 1800 و مجموع قیمت های سال 58 سال 58 مساوی با پی دو نمایش داده می شود، مساوی است با 150 جمع 1350 جمع 450. اینا را اگر ما جمع کنیم تمام از این نتیجه از این میشد که 1950 1950. وقت قیمت ما دریافت کردیم، آله بعد از قیمت ما میخواییم که شاخصهای غیروزنی از این سنجش کنیم. پس در قسمت شاخصهای غیروزنی اگر از سال 1356 هم ما در نظر بگیریم، میگیم شاخص سال 1356، خب هیچ آیا اگر نوشته نکنیم میتونیم نوشته کنیم که مجموعه پی سفر بر مجموعی پی سفر، یعنی از خود سال 56 و 56 سنجش کنیم مساوی است با مجموع قیمتش است 1500 1500 بر 1500 مساوی میشه با 1. ایره اگر اینجا یک ضرب صد هم داریم در فرمول، ضرب در صد مساوی است با 1500 تقسیم 1500 1، 1 ضرب در 100 مساوی است با 100%. یعنی قیمت های ما در خود سال پایه یا سال اساس 100% است. آن سال 1357 می خواهیم که ما به مقایسه سال 1356 سنجش کنیم که سال سال اساس است، یعنی هر سال به مقایسه سال اساس سنجش می کنیم. خودی همی سال با سال 56 با 56 سنجش کردیم، آل 57 هم میخوایم با 56 سنجش کنیم. پس نوشته می کنیم این قسمت که مجموعه پی یک بر مجموعه پی سفر این مساوی می شود. مجموع قیمت های پی یک مساوی از با 1800 کنجا سنجش کردیم، 1800 بر مجموعه قیمت های سالی اساس 1500 است ضرب در 100. این نتیجه را اگر ما سنجش کنیم مساوی می شود 1800 تقسیم 1500 بسازین، بالاخره ضرب در 100 مساوی می شود به 120%. 120% معناش چی است؟ معنای ازی است که قیمت این سه نوع جنس یا سه متا در سال 1357 به مقایسه سال 1356 20% افزایش کرده قیمت ما. پس سال 1358 هم میخواییم با سال اساسی که سال 1356 مقایسه کنیم. پس در اینجا به این شکل میگیریم که شاخص پی دو یعنی سال 1358 بر مجموعه قیمت سال پایه یا سال اساس مساوی میشه پی دو از 1950 بر
مجموعه پیش سفر، مجموعه پیش سفر هم از 1500 یعنی سال اساس، مجموعه قیمت های سال 58 با مجموعه قیمت های سال اساس یا سال پایه که 1500 است، ضرب در 100 می سازیم تا پیدا شد تفاوت از اینا. پس 1950 را زمانی که ما تقسیم 1500 می کنیم ضرب در 100 بسازیم، نتیجهش میشه 130%. 130%. پس در اینجا ما نتیجه گرفتم میتونیم که قیمت های ما در سال 1358 با مقایسه سال 1356 30% افزایش کرده، یعنی از سال 1357 با مقایسه سال 56 20% افزایش نشان میداد، سال 58 با سال 56 30% افزایش نشان میداد. اگر شما خواسته باشین باز میتونین که سال 58 با سال 57 مقایسه کنین که سال 57 اگر ما اساس قرار بدیم سال 58 چگونه با مقایسه از سنجش میکنیم، مجموع قیمت های پی دو را که 1950 است تقسیم بر 1800 بسازین، ضرب در 100 کنین، تغییرات قیمت یا افزایش قیمت یا کاهش قیمت در سال 1358 و مقایسه سال 1357 به شما نشان میده. بعد از شاخص های غیر وزنی، موضوع بعدی که مطرح میشه شاخص وزنی است. شاخص قیمت های وزنی چه قسم است؟ شاخص قیمت های وزنی میگم که از آنجایی که کالاهای مختلف از نظر اهمیت یکسان نیستند، پس در اینجا برای محاسبه کردن شاخص قیمت ها لازم است که به هر کالا یک وزن متناسب ما در نظر بگیریم تا با از نسبت خب هر کالا متناسب با اهمیت آن کالا نسبت داده می شود که شاخص قیمت ها به صورت وزنی محاسبه می شود. یعنی ما در این قسمت اگر وزن در این مثالی که ما کار کردیم در قسمت شاخص غیر وزنی ما صرف وزن قیمت اجناس در نظر گرفتیم، وزن در نظر گرفته نشده، اما در شاخص وزنی چون کالاها گفتیم از نظر اهمیت اینا با هم یکسان نیستن، پس به خاطر محاسبه از اینا ما میتونیم از شاخص وزنی استفاده کنیم. در قسمت شاخص وزنی ما بر اساس قیمت نه بلکه بر اساس وزن متاهای مختلفی که ما داریم میتونیم که قیمت های از اونا را در نظر بگیریم و تغییراتی که از یک سال به سال دیگه به وجود آمده سنجش کنیم. مثال خب شاخص های وزنی باز به بخش های مختلف تقسیم میشه که یکی از شاخص لاس بیارس هست و شاخص اجورس هست و شاخص بعدی که مطرح میشه شاخص پاشه است، اینا تماما شاخص هایی است که ارتباط به شاخص وزنی میگیره. پس شاخص های وزنی را با یک پای دیگر ما در ویدیو های بعدی انشالله رویش بس خواهد کردیم روی انواع شاخص های وزنی. پس شاخص وزنی به چندین بخش تقسیم میشه که اونا را باز ما رویش ثابت خواهد کردیم. درس ما در قسمت شاخص غیر وزنی در این قسمت خاتمه پیدا میکند. شما را به خداوند یک تاب نیاز میسپاریم. الله حافظ و نگهداری همه شما.